عبدالمجید طالقانی، خوشنویس، شاعر و عارف، حدود سال 1116 شمسی در طالقان به دنیا آمد. بعد از یاد گرفتن اصول اولیه خوشنویسی در قزوین به اصفهان رفت. عبدالمجید ابتدا از روی خط میرزا حسن کرمانی و شفیعا مشق می‌کرد، ولی خیلی زود به درجه استادی رسید و چنان در خط مهارت یافت که او را در خط شکست نستعلیق همانند میر عماد در خط نستعلیق می دانستند. عبدالمجید طالقانی که از معاصران لطفعلی آذربیگدلی بود در شاعری هم طبعی روان داشت و تخلص‌های مجید و خموش را برگزید. او به سبب ارادتی که به امام حسین علیه السلام داشت سروده بود: گر کسی وصف خط ز من خواهد، با چنین نحس خط چه گویم باز؟ هر کسی فخر دارد از خط خود، بر نیاید از این حقیر آواز. من غلام حسین تشنه لبم، بر در او مراست روی نیاز. از گرانبهاترین آثار خط طالقانی نسخه کلیات سعدی، نگارش 12 بند از ترکیب بند محتشم کاشانی و دیوان حافظ منسوب به اوست. این خوشنویس متواضع که بزرگانی همچون سید علی اکبر گلستانه و میرزا غلام رضا اصفهانی از دنبال روحای او بودند، سال 1150 شمسی در اصفهان درگذشت.